به کشورهای مخالفش یا کشورهای بزرگ دیگر داره که میتونی حد بزنی کی بوده دیگه. ما ایرانی ها بود زمان پشنگاشا و ایشون فراموش کردم بگن که اسم اون کنستانتین هم بوده در ذهن. ولی خب میگفتم برای اینکه ما حمله بکنیم به کشور عظیمی مثل ایران که یک بار هم در زمان خشایارش شکست خورده بودن ازشان، باید ما یک کاری بکنیم که سربازهامون با ایمان و عشق برن جلو و اگه اینا مجرد باشن شاید اینجوری نجنگن، باید کسی دوست داشته باشن با خاطرش برنامه کنن. So he forbade marriage and a Roman priest by the name of Saint Valentine performed marriages anyway. و ایشون یک کاری کرد که عقد و عروسی رایج بشه و سنت ولنتاین که اون موقع رئیس دربار به سلام مذهبی بود همه جا خونچه های عقد داشته بود و خلاصه هر کسی که حاضر بود این کار رو بکنه خیلی راحت بله به گیر و به دام میانداخته. پس ما باید همه این ناله ها رو سر ایشون کنیم. He was put in jail and eventually executed for this. But before he died, he left a note to the daughter of his jailer. قبل از اینکه ایشون شب اعدامش یک نامه مینویسه برای دخترش و میده به زندانبانش. This was a nice letter and became the first Valentine. این اولین نامه عاشقانه بوده و اولین نامه ولنتاین محسوب میشه. In time, the celebrations of that time came to be taken over by the church and became a different kind of a celebration and came in time to celebrate Saint Valentine as a saint. بعدها به یاد بود این شخصی که قدم برای راه عشق برداشته تمام کلیساها مراسم خاصی رو هر ساله به یاد بود ولنتاین اجرا میکرد. And through all the years, Saint Valentine became known as the patron saint of lovers, of people who wanted to get together, of people who wanted to communicate their loving feelings to each other. و از این پس حضرت ولنتاین یا سنت ولنتاین به عنوان شخصی که حمایت میکرد و پرچمدار عشق بوده هواخواهان خودش رو جمع میکنه دور هم و بعد از مرگش اونها باعث میشه که این یادگار سالها بمونه و تبدیل شکل پیدا کنه به چیزی که الان. So in Western Europe, in England, and then later in the United States, people began to think in terms of loving remembrances in February when this took place, and finally we declared it a holiday. بالاخره این کار از دامنه اروپا به آمریکا هم کشیده میشه و ما ماه فوریه رو که همون ماهی بوده که این اتفاقات افتاده درش ولنتاین رو در اون روز قرار میدیم و در ضمن تعطیل رسمی هم میکنیم. In 1923, the first Valentine was sold commercially in this country, and now Valentine's Day is a very big celebration. Lots of cards are sold, lots of candy is sold, lots of flowers are sold, and we all think of our loved ones on Valentine's Day. 80 سال پیش از این هم از این عید دیگه رسماً به عنوان یکی از پرفروش‌ترین روزهایی که مواد خوراکی و شکلات و دستگل و کارت تبریک و فلان و فلان تهیه میشه استفاده شده تا به امروز. I feel very at home with all of you, having met many of you several times, and so it is very easy for me to wish you a very happy Valentine's Day with much love to you. من خودم عضوی از خانواده شما میدونم چون چندی بار شما رو دیدم و برام خیلی ساده است به این دلیل برای همه شما عزیزان بهترین آرزوها رو در این روز عید عشا بکنم. حالا خانم فریبان نجات نفر بعدی آقای زلفنون رو معرفی بکنیم. همتون با اسم استاد زلفنون آشنایی دارید، یکی از اساتید زبردست موسیقی اصیل ایرانی. پسر ایشون آقای زلفنون جونیور را میخواه اینجا هستن امشب. لطف کردن به ما قول دادن که برای ما قطعه پیانو بنوازن. ما خوشحال میشیم که ثمره سالها زحمت استاد زلفنون رو اکنون در چهره جدیدی ببینیم. خوشحالیم، بهشون تبریک میگم. اجازه بدید خانم آقای ازشون دعوت کنیم تشریف بیارن روی صحنه.
جناب دکترمون خیلی ممنون. تشبیه اجتماعی صحبت خلاصه این داشته باشیم اینجا. لطف کنید خودتون رو بهتر معرفی کنید، بفرمایید چند سال اینجا هستید، ازدواج کردید یا نه و کجا ساکن هستید، الان کار شما حرفه شما چیه و در فعالیت های موسیقی چی میکنید؟ خیلی متشکرم اول از دعوتی که به من اومد از جانب خانم نجات. برای من افتخاری که در میان شما هستم. من 26 سال هست آمریکا هستم به اتفاق خانواده و زمانی که آقای کارتر داشت انتخاب میشد ما اومدیم اینجا در سان دیگو، بعد نقل مکان کردیم به بی ایریا. رشته تحصیل من فیزیک و ریاضی بود و در رشته و در کار تخصصم در مخابرات وایرلس کامیونیکیشن هست و البته چون از روی سنت خانوادگی درگیری هایی هم در موسیقی داشتیم به هر حال به این کارم تن دادم و خیلی علاقه دارم، شاگردانی هم دارم و دوست دارم که در کنار گرفتاری های دیگه در موسیقی هم هر جوری که میشه درگیر باشن، چه به طور اجرا، چه تدریس، چه به طور آموختن، همیشه در حال آموختن هم هستم، یعنی یادگیری هم هستم.